آقای سفیر، سپاس از اینکه با ما وقت دادید. سپاس از شما هم که مرا دعوت کردید. آقای سفیر، شما افغانستان رو چگونه یافتید؟ این بار نخست است که شما در افغانستان کار میکنید. در قدم نخست باید گفت این برای من مقدس است که اینجا کار کنم. به خاطر که این زمان برای افغانستان و سازمان ملل متحد به خاطر پشتیبانی از روندها و مردم افغانستان بسیار مهم است. و مقدس به خاطر که این برایم یک فرصت است که با مردم افغانستان در بخش‌های گوناگون با گروه‌های مختلف قومی و با گرایش‌های متفاوت از نزدیک آشنا شوم. حالا من چیزی را که قبلا خوانده بودم می‌بینم که مردم افغانستان مردم مهمان دوست هستند با مفکوره‌ها و قلب باز. و اگر آنها را احترام کنید به شما احترام می‌گذارند. رابطتان با رئیس جمهور کرزی چگونه است؟ رابط من با رئیس جمهور رابط بر بنیاد معیارهای رابط بین المللی در بخش خدمات غیر نظامی است و زمانی که من وزیر بودم با جناب رئیس جمهور ملاقات هایی داشتم. حالا من اینجا به حیث نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان هستم و وی رئیس جمهور افغانستان است و برایم قابل احترام است. اما چارچوب کلی این بحث تفاهم مشترک و کار مشترک ماست. برای من وظیفه کاریم این است که به خاطر منافع مردم و دولت افغانستان با داشتن رابطه نزدیک کار کنم و از رئیس جمهور سپاسگزارم که وی در این زمینه هم کار است. من میخواهم ثابت سازم که ما به خاطر کمک و همکاری به مردم افغانستان اینجا هستیم و ما به اندازه توانمان به نهادها، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رهبران قومی، بزرگان و علما کمک میکنیم. آقای سفیر، در نواخر رئیس جمهور کرزی اظهار داشت که اجازه نخواهد داد تا یوناما در انتخابات 2014 مداخله کند. دیدگاه شما در این باره چیست؟ دقیقاً این یک امر طبیعی است که هیچ کس نباید در انتخابات افغانستان مداخله کند و من از رئیس جمهور کرزی سپاسگزارم که در نشست سران ناتو در شیکاگو موضوعات گوناگون را در ارتباط به انتخابات آینده افغانستان مطرح کردند و افزودند که انتخابات باید بر بنیاد قانون اساسی آزاد، شفاف و بدون مداخله خارجی ها و داخلی ها برگزار شود و این سخنان بسیار مهم بودند. آقای سفیر، شما در یکی از سخنرانی هایتان گفته بودید که کمیسیون مستقل انتخابات را به گونه مستقیم کمک می کنید. پس این کمک به چه معنی است؟ کمک، همکاری و پشتیبانی کمیسیون مستقل انتخابات مداخله نیست. این خواست ها از طرف نهادهای مختلف، کمیسیون ها و مقامات مطرح شده اند. و همچنان این خواست را از شورای امنیت هم دریافت نموده ایم. و نقش عمده ما در بخش‌های گوناگون از جمله انتخابات نشان دهنده مداخله نیست. ما کار و نظارت با کمیسیون‌ها، مقامات، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی خواهیم داشت. در گام نخست باید دانست که این مربوط به مردم افغانستان است و من اینجا هستم تا نقش کمکی فعال داشته باشم تا انتخابات را به پایان برسانیم. در این حالت این با مردم افغانستان قابل قبول خواهد بود. به خاطر که این به نهادهای بین المللی کمک میکند تا تمامی ما مطمئن شویم که نتایج انتخابات قابل قبول است، چون انتخابات یک روند مهم و ارزشمند است. و این به نهادهای بین المللی نشان خواهد داد تا در آینده به افغانستان در بخش‌های گوناگون چون اقتصادی و اجتماعی کمک کنند. افغان‌ها می‌خواهند بدانند که در انتخابات شما چه نقشی خواهید داشت و آیا می‌پذیرید که در انتخابات گذشته شما به گونه مستقیم مداخله می‌کردید؟ Or before that you will accept that the UNAMA directly interfere in Afghanistan election? I don't want to come. من نمیخواهم به عقب برگردم و من دوست دارم که توجیه کنم و از دیگران بپرسم تا درباره من و یوناما از زمانی که من اینجا آمدم، یعنی 5 ماه قبل تا به اخیر ماموریتم 2 الی 3 سال بعد قضاوت کنند. آقای سفیر، در این آخر رهبران اپوزیسیون انتقاد می کنند که رئیس جمهور کرزی می خواهد تا در انتخابات آینده نفوذ بیشتر داشته باشد. چه پاسخی شما با آنان می دهید؟ So then, what you will answer to these concerns?
در قدم نخست نمیخوام درباره گفته های گروه های سیاسی که با مردم گفتند نظری بدهم. اما ما همیشه به دقت به سخنان همه از جامعه مدنی، گروه های سیاسی، کمیسیون های انتخاباتی و مقامات گوش دهیم و نظرها و پیشنهادهایشان را ارزیابی کرده و به نظرهای خودمان آن را ارائه کنیم. به گونه مثال اگر برخی فعالیت های را ببینیم که نیاز نباشد و قابل قبول نهادهای بین الملل و نیز قابل اجرا هم نباشند، از آن صرف نظر خواهیم کرد و نمیخوام درباره دیدگاه های احزاب و گروه ها ابراز نظر کنیم. اما آقای سفیر، چه ضمانت هایی وجود دارند که انتخابات 2014 شفاف، عادلانه و قابل قبول به تمام مردم افغانستان خواهد بود؟ در قدم نخست نهادهای فعال جامعه مدنی افغانستان، آمادگی های لازم، یک کمیسیون مستقل که بتواند به گونه واقعی انتخابات را برگزار کند، همچنان کمیسیون رسیدگی به شکایت ها که در حال حاضر درباره آن بحث و گفتگو می شود تا بتواند قادر به رسیدگی به شکایت ها باشد، امکان برگزاری انتخابات در تمام کشور باشد و هیچ کس از دادن رأی محروم نشود، وضعیت امنیتی خوب باشد و نهادهای بین المللی کمک کنند، چون افغانستان در این مقطع زمانی نیازمند کمک های بین المللی است. شما درباره بعضی از درخواست هایی که در حال حاضر مورد بحث هستند پرسیدید. خوب است که آن را از مراجع مربوطه بپرسید. بعضی از درخواست ها از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مطرح شدند که این درخواست ها باید حمایت شوند و به خاطر استقلالیت آنها کاری صورت گیرد. این کشور شماست و انتخابات شماست. و من میگویم که این کار دولت و احزاب است تا زمینه را مساعد بسازند که آنها مستقل باشند و شفافیت انتخابات را ضمانت بکنند. و این آغاز این روند است و من آرزو دارم که سرانجام ولیسی جرگه و مشوران جرگه تماس های خود را داشته باشند و از آغاز از درخواست های کمیسیون انتخابات آگاه باشند. سپس برویم به سوی وزارت عدلیه و پارلمان و سپس به سوی شخص رئیس جمهور که انتخابات شفاف و آزاد باشد. من آرزومند هستم و نیز خوشبینم که احزاب سیاسی و مردم افغانستان فعالانه در این انتخابات شرکت بکنند و شفافیت انتخابات آزادی آن را ضمانت کنند. The integrity of the process and acceptability of the results. Ambassador, what UNAMA can offer to assist the independent election? UNAMA چه پیشنهادی در زمینه به میان آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف به حکومت و مردم افغانستان دارد تا این روند بیشتر قابل قبول باشد? Make that election or that the election law acceptable for all Afghans and to guarantee the integrity of the election for Afghanistan. Guarantees that must be in the hands of the people of Afghanistan and of the institutions. ضمانت باید در دست مردم افغانستان، دولت و نهادهای انتخاباتی افغانستان باشد. ما پیشنهادهای زیادی کردیم که بیشترشان قبول شدند. ما توانایی‌های فنی را فراهم ساختیم، ما متخصصان را برای آموزش کارمندان انتخابات فراهم کردیم. و مقامات کشور و نیز با پارلمان بهترین آموزش ها را از سراسر جهان فراهم نمودیم و کشوری مثل افغانستان که به سوی مردم سالاری گام میگذارد. ما آماده خواهیم بود، به خاطری که ما آنجا نیستیم که معلومات دقیق درباره ثبت نام رای دهندگان بدهیم و من نمیتوانم که به صورت کل صحبت کنم، چون نیاز به زمان دارد که روند ثبت نام چگونه است، که حمایت نهادهای بین المللی را به دست آوریم و کمیسیون را از نگاه مالی پشتیبانی کنند. و ما تلاش خواهیم کرد تا آنها افغانستان را تا سالهای بعد از انتخابات کمک کنند و این سرمایه گذاری فقط برای یک بار نخواهد بود. و ما می خواهیم که نظام بنیادی برای افغانستان ایجاد کنیم تا در آینده نیاز به متخصصین خارجی نداشته باشد و این همه به دست افغانان باشد. امنیت را با این بخش تا چه پیمانه مرتبط می دانید؟ سؤالی نیست. این بخش به ما و رهبری افغانستان مهم است. ما خوشحالیم که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای داخلی شامل دور سوم شده است و به اکثریت مردم افغانستان زمینه مساعد خواهد بود تا در انتخابات اشتراک نمایند. انتقال مسئولیت‌های امنیتی در سال 2014 به نیروهای افغان بسیار مهم است. برای ثبات و ترقی افغانستان بدون انتقال سیاسی شما نخواهید توانست نه تنها در این روند بلکه در بسیاری از بخش‌های دیگر به موفقیت برسید. به شمول اقتصاد و توسعه اجتماعی و این یک انتقال ناممکن خواهد بود. از این رو ما با وضاحت گفتیم که حاضریم در تمامی این بخش ها همکاری کنیم و این مأموریت بنیادی ماست و ما از ارائه همکاری و مساعدت در این بخش دریغ نمی کنیم.
ما فعالانه در زمینه صداقت و همگانی بودن این روند که منتج به یک انتخابات شفاف و عادلانه خواهد شد کار خواهیم کرد. Mr. Ambassador, the other thing for the Afghans in these days, the peace process. موضوع صلح با طالبان یکی از مسائل مهم در افغانستان است. در آغاز یونما در روند صلح نقش مهم داشت. به ویژه آقای کایدا گفته بود که دو سه بار با نمایندگان طالبان در خارج از افغانستان دیده است. اما اکنون به نظر می رسد که یونما در این روند دخیل نیست. پروسه صلح را چگونه ارزیابی می کنید و پیشنهادهای شما برای موفقیت این روند چیست؟ The UNAMA is now not heavily involved in this talk. So how do you see the peace process and what UNAMA can offer in this process? I believe that at this point of time we still cannot speak about full. در حال حاضر در این مقطع زمانی درباره چارچوب و ساختار تلاش‌های صلح نمی‌توانیم صحبت کنیم، اما تلاش‌ها در این زمینه وجود دارند. و من بسیار خوشحال هستم که علاقمندی فعال رئیس جمهور و مقامات دولت را در روند صلح می‌بینم که می‌خواهند از طریق گفتگوها راه حل را دریابند و وقت را به خاطر نجات افغانستان از این بحران اختصاص دادند. ما کاملا از این روندها حمایت می‌کنیم. ما گروه‌ها و همکاری‌های آمریکا را می‌بینیم که کوشش می‌کنند که از راه قطر کارهایی را انجام دهند. گروه‌های دیگر را می‌بینیم که کوشش می‌کنند و زمینه را مساعد می‌سازند تا با مخالفان ارتباط داشته باشیم. اما من مطمئن هستم که تمامی این روند به دست افغان‌ها باشد. ما به رهبری افغان‌ها نیاز داریم. بخش دیگری از این روند کاری کار شورای عالی صلح است و همچنان توقعات بلند آقای صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح می‌باشد. و تلاش دارد تا این روند را سازماندهی دوباره و تمرکز مجدد کند و ما از وی حمایت میکنیم. اما یک نکته را نباید فراموش کرد که گفتگوهای صلح به این سطح بلند از مقامات هم نیست. اما روند صلح نیازمند حمایت جامعه و مردم است. یعنی افغانها نباید فراموش کنند که پروسه صلح فقط مربوط به شورای عالی صلح نیست. نگرانی های میان افغان ها وجود دارند که از یک سو امریکایی ها روند قطر را آغاز کردند و از سوی دیگر افغانستان نیز با طالبان در تماس است. عدم مشارکت سازمان ملل در این روند به نگرانی مردم می افزاید که در صورت معامله دستاورت ها و پیشرفت ها در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و دموکراسی از دست خواهند رفت. Succeeded with the Taliban without the United Nations approval or somehow United Nations involvement. United Nations in future talks because we are not at the face. در حال حاضر ما کسانی نیستیم که در این باره تصمیم بگیریم و این شاید یک سوء تفاهم باشد چون در آینده موارد گفتگوهای صلح زیاد می شود اما ما در آنجا حضور نداریم. زمانی که ما در آنجا حضور پیدا کنیم بار دیگر نقش بسیار مهم را ایفا خواهیم کرد. به خاطر که ما این درخواست را از مردم افغانستان، گروه‌های سیاسی، دولت افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان گرفتیم و چنان که ما فهمیدیم که هیچ گروهی مخالف این نقش ما نیست، اما زمانش فرا می رسد و ما به آنجا خواهیم رسید. در رابطه با پرسش دوم شما می توانم بگویم که ملل متحد یک نهادی است که بر بنیاد یک سلسله اصول استوار است و ما بر بنیاد همین اصول اینجا کار و فعالیت می کنیم و در حمایت کشور و مردمی هستیم که زحمات و دستاوردهای 10 سال گذشته را سپاس گذار هستند و پیشرفت در راستای علم و صحت به وجود آمده و ما تا حد امکان کوشش می کنیم تا هیچ چیزی جلوی این دستاوردها را نگیرد. چون مردم افغانستان از حقوق بسیار ابتدایی که عبارت از حقوق بشر است برخوردارند. چنان که گفتم این فقط به خاطر یونما نیست بلکه به خاطر حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق بشر است. چنان که پیشتر گفتم ما بر بنیاد یک اصل استوار هستیم. به همین خاطر ما نمی توانیم طور دیگری عمل کنیم. به همین دلیل ما همیشه طوری عمل می کنیم که در حمایت مردم و دفاع از افغانستان باشیم. آقای سفیر شما چه می کنید؟ اگر یکی از بازیکنان جهانی در افغانستان تلاش کند که سازمان ملل را از این پروسه به دور نگه دارد؟ This is hypothetical because at this point of time
این یک فرضیه است، چون در این مقطع زمانی باور داشته باشید که کجا هستیم و گروه ها کجا هستند. آنها می خواهند رسیدگی کنند، می خواهند دریابند، چون این مرحله دریافتن است، مرحله گفتگو هاست. چندی پیش زمانی که در مورد آشتی و صلح با پاکستان مذاکره داشتیم، دو هفته پیش در پاکستان من با نماینده سیاسی یکی از حرکت ها که در حال حاضر در جنگ با حکومت است، دولت پاکستان و حزب اسلامی صحبت هایی داشتم و از آنها درباره انتظارهایشان پرسیدم که چیست. ولی طوری که من گفتم، در این مقطع زمانی این کاملا یک کار تجربی و فرضی است و با وقوع نخواهد پیوست، چون در حال حاضر وضعیت مساعد نیست. شما حزب اسلامی را چگونه بررسی میکنید؟ آیا فکر میکنید آنها واقعا با دولت افغانستان آشتی خواهند کرد؟ آنها بینش و هدف خودشان را دارند و در این مقطع زمانی نشان می‌دهد که مذاکرات را به تعویق می‌اندازد، ولی من نمی‌توانم به نمایندگی از آنها صحبت کنم. خوب است که خودشان به نمایندگی از خودشان صحبت کنند. ولی من امیدوارم تا روزی فرا برسد که ما بتوانیم که نه تنها با حزب اسلامی بل با بخش اعظم از حرکات و گروه‌های طالبان مذاکرات صلح داشته باشیم، چون شما می‌دانید که اکثرشان افغان هستند و این کشور خودشان است. Mr. Ambassador, the other issue is that recently the UN, United Nations Secretary General چندی پیش بان کیمون دبیر کل سازمان ملل از موارد نقض حقوق بشر از سوی پلیس محلی انتقاد کرد. چگونه میتوان این مشکل را حل کرد؟ Which in Afghanistan they call it the community police. How could you tackle this issue in Afghanistan? You know, we monitor the situation in the country with regard to human rights implementation. با ملاحظه به حقوق بشر و تطبیق تمامی مسئولیت هایی که بر عهده یک کشور است، دولت یک کشور مسئولیت های زیادی دارد و ما کوشیدیم تا با مقامات در سطوح مختلف کار کنیم و معاهدات متفاوت را به امضا برسانیم، به خاطر که یک کشور وظیفه های زیاد دارد، از جمله رعایت حقوق بشر و معاهده ها و افزایش آگاهی تنها بسنده نیست. ما همیشه تصدیق میکنیم و این هم کافی نیست که فقط نکات برجسته و جالب را نشان دهیم. سپس ما با مقام های بلندپایه همان کشور کار میکنیم و همچنان با مقام های محلی کار میکنیم تا پیشرفت های خوبی را از طریق راه های مشروع و عملی ساختن قانون و ایجاد تغییر در روش ها از طریق آموزش علم به میان آوریم. آیا شما در این راستا موفق بودید؟ من فکر میکنم که بله. اگر شما نگاهی به اوضاع بیندازید، اوضاع خیلی ها خوب است و ما در ارتباط هستیم تا ببینیم که اوضاع چگونه است. در بعضی اوقات مشکلات زیاد است، اما پیشرفت های هم وجود دارند. اخیراً گزارشی از تجاوز کارکنان پلیس محلی بر یک بانو پخش شد. پس چگونه می توان ادعا کرد که اوضاع رو به بهبود است؟ بدبختانه این آخرین رویدادی نیست که رخ داده است. ما می خواهیم ببینیم چه مهم است و چه عملی در کار است و ما می خواهیم کارهای عملی را ببینیم. And we encourage the action. And we see. آیا فکر می‌کنید که دولت افغانستان این مسئله را با جدیت پیگیری خواهد کرد؟ من فکر میکنم بله، تا به حدی که امکان دارد. من میگویم کدام نیازی نیست که پافشاری کنیم و بعضی اوقات گفتمان و مذاکرات داشته باشیم و نیز نیاز نیست که ما برای چندمین بار عهد ببندیم. من با شماری از دولت ها در تماس هستم که پیشنهادهای ما را به گونه جدی رد میکنند، اما درباره دولت شما باید بگویم که در بسیاری از بخش ها برای گام گذاشتن و پیشرفت گام میگذارد. هرچند بعضی اوقات این حرکت بسیار آهسته بوده است و نیز بعضی اوقات در برابر این پیشرفت بندش های هم دیده میشوند و نیز بعضی اوقات به عهدها وفا نمی شوند. اما با این همه تلاش های وجود دارند و من می خواهم که در کل اعلام کنم که بله، در این زمینه تلاش وجود دارد. آقای سفیر، مبارزه با فساد از مسائل مهم است که شما پیشتر با کمکتان با حکومت افغانستان در این زمینه اشاره کردید. شما گام‌هایی را که از سوی دولت افغانستان برداشته شدند چگونه بررسی می‌کنید؟ would not deny this is one of the most painful chapters
من این کار را انکار نمی کنم. این یکی از دردناکترین بخش هاست و شما از من خوبتر می دانید که چقدر مبارزه با فساد دشوار است. افغانستان یگانه کشوری نیست که این مشکل را دارد، اما افغانستان یکی از پرمشکلترین کشور هاست و افغانستان باید گام هایی را در این زمینه بردارد و ما هم پیشنهادهای خود را داریم. به ویژه ما نهادهای سیاسی هستیم و پس تعهد ما بیشتر سیاسی است، اما ما آنانی را که در این زمینه کمک میکنند تشویق میکنیم تا با دولت افغانستان کار کنند و پیشنهادهایی را به دولت خود کنند. من میخواهم چیز را اضافه کنم که این واقعا یک کار دشوار است و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که در 6 ماه نتیجه خوبی را به دست بیاوریم. ما کوشش کردیم که بعضی از سازوکارها را ایجاد کنیم. به گونه مثال ما با جامعه جهانی و کمک کنندگان به سوی نشست توکیو میرویم. توکیو نشست بزرگی است که حمایت دراز مدت خود را نسبت به افغانستان ابراز خواهد کرد. در شیکاگو پشتیبانی را که انتظار میرفت برای افغانستان تعهد کردند و نیز پشتیبانیشان را از نیروهای امنیتی افغانستان که بعد از 2014 میلادی، یعنی زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشوند، اعلام کردند. توکیو باید اطمینان دهد و تعهد بسپارد تا افغانستان را در برنامه‌های اصلاحات اجتماعی برای سال‌های آینده کمک کند. پس از این چک‌های سفید در اختیار افغانستان نخواهد بود. از این پس پاسخگویی و حسابدهی دو جانبه خواهد بود، البته در یک سازوکار که هر دو جانب برای یکدیگر پاسخگو باشند. پس این امکان دارد که نه تنها تعهدات افغانستان را درجه بندی بکنیم، بلکه کدام گام‌هایی را در کار مبارزه با فساد در نظر بگیریم. اما سازوکارهایی وجود خواهد داشت که جامعه جهانی و کمک کنندگان در 6 الی 12 ماه خواهند آمد و پرسش و پاسخ در این زمینه وجود خواهد داشت که چه کارهای انجام شدند و چه خدمات ارائه گردیدند. و آنها بسیار واضح خواهند گفت که در راستای حکومتداری خوب موجودیت فساد را توقع نخواهند داشت. اما این دو جانبه هم است. اگر کمک کنندگان به گونه درست کمک نکنند، پس حکومت افغانستان می تواند در این باره به سازمان ملل انتقاد بکند. Clearly linked to the priorities of the country, but they are trying to do and deliver assistance for their own pet project. آیا شما از کارنامه‌های دولت افغانستان در کار مبارزه با فساد راضی هستید؟ آنها باید فعالیت‌هایشان را افزایش دهند و مطمئنن که باید بیشتر بسازند. پس شما راضی نیستید؟ سازمان ملل متحد از آغاز بررسی‌ها درباره فساد مالی در پروسه کمک 2.2 میلیون دلاری در یکی از برنامه‌های آموزشی پلیس خبر داد. رئیس جمهور کرزی نیز از موجودیت فساد در نحوه مصرف پول از سوی نهادهای خارجی شکایت دارد و گفته می شود که کسانی نیز وجود دارند که از پولهایی که به افغانستان کمک می شود سوء استفاده می کنند. شما این مسئله را تا چه پیمانه جدی گرفته اید؟ And I would like to say that yes, if there are problems with international community. بله، آنها این کار را میکنند. من میخواهم بگویم که اگر مشکلات از طرف کمک کننده های بین المللی و یا سازمان ملل متحد باشد، ما باید انتقاد را بپذیریم. بعضی اوقات انتقادهای مشروع و قابل توجیه هستند و ما نباید از انتقاد حراسی داشته باشیم، بل ما یک نمونه باشیم برای مردم افغانستان که همه کارها صورت خواهد گرفت. من میخواهم بگویم که چنین سوء استفاده ها نظم و قانون یک پروژه بسیار بزرگ ما را در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد بر هم خواهد زد. پول‌های زیادی از طریق همین شبکه‌ها برای پلیس افغان اختصاص یافتند. این پول ها نه تنها حمایت مالی برای افغانستان دانسته می شوند، بل برای افزایش ظرفیت آن سربازان و افسران پلیس هستند که تازه شامل نهادهای امنیتی می گردند. مواردی وجود دارند که هنوز زیر بررسی هستند و من در این باره باید متوجه باشم که ناهماهنگی در مدیریت نیز وجود داشت. این زیر بررسی است و شماری از مقام های بلندپایه مسئول این قانون شکنی هستند و اداره برنامه های توسعه سازمان ملل متحد بسیار به صراحت اعلام کرده است و من هم حمایتشان کردم. من این موضوع را با خانم کلرک، رئیس اداره برنامه‌های توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان صحبت کردم. رئیس این نهاد برایم گفت که برای این سوء استفاده‌ها هیچ معافیتی وجود ندارد و من این مسئولیت پذیری را به شکل شفاف می‌بینم و من حدس می‌زنم که گام‌های بسیار جدی در این راستا خواهیم برداشت و افغانستان را در جریان خواهیم گذاشت، به خاطری که شما نیاز دارید و باید بدانید، به خاطری که ما نمی‌توانیم از دولت شما بپرسیم که وظیفه خود را انجام دهند. اگر ما وظیفه خود را به گونه‌ای درست انجام ندهیم، ما نمی‌توانیم که بر کارهای دولت در بخش شفافیت حسابگیری بکنیم. Ambassador, the other issue, which is from the Afghan perspective,
با دادگاه کشانیدن ناقضان حقوق بشر برای مردم افغانستان از اهمیت فراوان برخوردار است. مردم افغانستان سازمان ملل را در کار پیگرد و با محاکمه کشانیدن ناقضان حقوق بشر در افغانستان ناکام می دانند. چرا؟ My first remark is, yes, transitional justice. خب ملاحظه نخست من این است که بله عدالت انتقالی خیلی مهم است. شما بسیاری از کشورها را دیدید که در حال بیرون شدن از جنگ و درگیری‌های داخلی هستند و در آنجا احزاب متحد می‌گردند و این بسیار مهم است و من معتقد هستم که یکی از نگرانی‌های عمده مردم افغانستان را تحویل دهی عدالت تشکیل می‌دهد. دوباره باید بگویم که ما از تمامی تلاش‌ها در این زمینه حمایت می‌کنیم و ما در این زمینه با متخصصین و پیشنهادها خواهیم برگشت. و با مرحله نهایی انتقال که مرحله سوم است، آیا شما این اتهام را میپذیرید که سازمان ملل متحد در بخش عدالت انتقالی ناکام بوده است و این مسئولیت مقامات کشور و مردم کشور است نه سازمان ملل متحد؟ آقای سفیر، مردم افغانستان یک نگرانی دیگر نیز دارند. ما ستاد یا فرمانروای این کشور نیستیم. کشور شما دارای حاکمیت است و این شما هستید که با خروج نیروهای خارجی حاکمیت را به دست دارید و در این زمینه هیچ گونه عذری وجود ندارد. Frankly, then there will be absolutely no excuse for non-delivery. But even now, you have to deliver. I mean, the authorities. If they do not have or they do not show the type of willingness. اگر حکومت برای تطبیق عدالت انتقالی علاقمندی ندارد، چیزی که در 10 سال گذشته نیز با آن توجه نشد. دیگر این که مردم افغانستان جامعه جهانی را نیز مقصر برگشت دوباره شماری از این ناقضان حقوق بشر با قدرت می داند و این چیزی است که مردم را بیشتر نگران می سازد. زمانی که اینجا کارم را آغاز کردم، من نمیخوام درباره گذشته توضیح دهم. اما آقای سفیر، شما موافق هستید که گذشته با آینده پیوند محکم دارد؟ ولی من میخواهم که برای شما یک چیز را بگویم که هر زمانی که ما تخطی از عدالت را مشاهده کنیم در برابر آن اقدام میکنیم و این چیزی است که ما آن را انجام داده ایم و انجام خواهیم داد و ما با مردم و مقامات یک جا کار میکنیم و نه تنها مقامات مرکزی بلکه با مقامات ولایت و مردمی که در ساحه قرار دارند و نیاز دارند برای عدالت کار میکنیم و به اندازه توان با ایشان کمک میکنیم. ما نمیتوانیم که برای آنها عدالت را به طور مستقیم تحویل دهیم، به خاطر اینکه این مسئولیت مقامات است و ما به طور مدام در بخش وظایف و مسئولیت هایشان با ایشان کار میکنیم و این چیزی است که ما در این زمینه کار میکنیم و تا زمانی که من اینجا حضور دارم کار خواهیم کرد. آقای سفیر، شماری از مردم افغانستان به این باور هستند و ادعا میکنند که کسانی که به نقض حقوق بشر متهم بودند و حال نیز در قدرت سهیم هستند، چگونه میتوانند روند عدالت انتقالی را عملی سازند و مردم از سازمان ملل با مسابقه نهاد با اعتبار جهانی خواستار وارد کردن فشار بیشتر بر حکومت افغانستان در این راستا هستند؟ ما با مقامات کار میکنیم و قسمی که قبلا گفتم، این کار قبل از آمدن من آغاز یافته و ما تلاش میکنیم تا نگرانی مقامات را در بخش موجودیت عدالت و امثال آن از بین ببریم. و بخش دوم، پاسخ من برای مردم افغانستان این است که شما به طور کامل یک فرصت خوب دارید که انتخابات است و کسانی را که به او اعتماد دارید من حیث رئیس جمهور آینده کشور انتخاب کنید. برای پارلمان، برای شوراهای ولایتی، کسانی را که مورد اعتماد شماست انتخاب کنید. کسانی را انتخاب نکنید که نمیخواهید ببینید. خودتان را کمک کنید و فعال باشید. پرسش اخیر این که شما افغانستان را پس از سال 2014 چگونه می‌بینید؟ خوشبینی های شما و نگرانی های شما در این زمینه چیست؟ I believe that Afghanistan is at a fork. من به این عقیده هستم که افغانستان در چند شاخه قرار گرفته است. بعضی از نشانه های خوبی برای توسعه وجود دارند که مرا خیلی ها خوشبین می‌سازند. در نشست کابل در هفته گذشته، کشورهای منطقه آشکارا گفتند که ثبات، امنیت و توسعه افغانستان به معنی ثبات، امنیت و توسعه همه ماست.
شما فکر میکنید که هدفشان واقعا چنین چیزی باشد؟ آنها در مسیر هستند و فشارها وجود خواهد داشت که چنین کاری انجام دهند و شاید بعضی از آنها چنین کاری را نکنند. ولی من میبینم که این درک در حال افزایش است که ثبات در افغانستان ثبات در منطقه است و این چیزی است که صورت میگیرد. بدبختانه مردم افغانستان 30 سال جنگ را سپری کردند. آنها از اوضاع رنج کشیدند و حال آنها برای بیرون آمدن از شرایط یک فرصت دارند و من فکر نمیکنم که دیگر مردم مانند مردم افغانستان انعطاف پذیر باشند. و من معتقدم که با بهبود در رهبریشان درک خواهند کرد که ثبات در افغانستان باعث ثبات آنها خواهد شد. یقیناً که این یک جنجال است و اگر روندهای سیاسی به گونه درست آن تنظیم نگردد، به گونه مثال انتخابات 2014 و یا آغاز گفتگوهای صلح در محلها، ولایتها و سطح بلند مذاکره صورت نگیرد و اگر روند انتقال به گونه خوب آن صورت نگیرد و اگر همکاری کشورهای منطقه وجود نداشته باشد، باز مردم افغانستان بهای آن را خواهد پرداخت. و هشدار من برای همسایه ها این است که شما بهای بیشتر خواهید پرداخت. آقای سفیر، سپاس بیکران از وقتتون. تشکر بسیار زیاد.